قربانیان کرونا در 342 شهر کشور بیش از 65900 نفر است. چی؟ در برخی ها بیش از 50 درصد افراد به کرونا مبتلا شدهاند. آمارهایی در حد 18 میلیون مبتلا در سطح کشور عجیب نیست. افزایش مرگ روزانه تا 200 نفر بعید نیست. کرونا در تهران و البرز می تواند به صورت تصاعدی و انفجاری بالا برود. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شش شهرستان از یازده شهرستان و استان خراسان جنوبی در وضعیت خیلی پرخطر قرمز است. به گزارش پزشکان در سه روز آخر هفته استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی 18300 ابتلای جدید و 810 فوت داشتند. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هرمزگان در اوج کرونا است. احتمال افزایش بیشتر بیماری در روستاها وجود دارد. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز یک شنبه 15 همه تیر 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 342 شهر ایران بیش از 65900 نفر است. شمار قربانیان در خراسان رضوی به 4570 نفر، در خراسان شمالی به 850 نفر، در خوزستان به 5040 نفر، در زنجان به 610 نفر، در قزوین به 565 نفر، در کرمان به 830 نفر، در گلستان به 1645 نفر، در مازندران به 2960 نفر و در هرمزگان به 685 نفر رسیده است. هریچی معاون کل وزارت بهداشت رژیم به مبتلا شدن 18 میلیون از مردم کشور به کرونا از آن کرد و گفت در برخی استانها که اپیدمی کرونا در آنها زودتر شروع شد بیش از 50 درصد افراد به کرونا مبتلا شده اند. بنابراین آمارهایی در حد 18 میلیون خیلی عجیب نیست. وی افسود افزایش مرگو روزانه تا حدود دویست مورد خیلی بعید نیست به دلیل تراکم بالایی که در استان تهران و هاشیه آن و استان البرز داریم رقمهای جزئی افزایش میتواند به صورت تصاعدی و انفجاری بالا برود برخی استانها مانند خوزستان بوشهر های شرقی و غربی کردستان کرمانشاه در شرایط اسفند و فروردین وضعیت آرامی داشتند الان در حال تجربه موج اول هستند و ما نگران استانهایی مانند فارس هستیم که ممکن است در آینده موارد زیاد ابتلا داشته باشند. هریچی امتنین از مبتلا شدن 15 هزار نفر از کادر پزشکی و درمانی کشور به کرونا خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت رژیم امروز شمار قربانیان در 24 ساعت گذشته را 163 نفر اعلام کرد که بالاترین رقم از ابتدا تا کنون است. وی گفت استانهای خوزستان آذربایجان غربی و شرقی کردستان کرمانشاه هرمزگان بوشهر خراسان رضوی و ایلام در وضعیت قرمز قرار دارند استانهای تهران فارس اسفهان مازندران همدان زنجان سیستان و بلوچستان البرز و لورستان در وضعیت هشدار قرار دارند مردانی عضو کمیته ستاد کرونا گفت من حداقل چهارشنبه 68 مریض دیدم 62 نفر کرونا بود. وضع خیلی بد است. ممکن است متاسفانه مرگ و میرمان و تعداد موارد ابتلا حتی از این هم بالاتر برود. خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس ارتجا گفت بسیاری از شهرهای کشور در حالت هشدار و قرمز به سر میبرند. تعداد بستری در مراکز درمانی افزایش یافته و تختهای بیمارستانی در حال پر شدن است. برداشته شدن محدودیت ها با بهانه مسائل اقتصادی این نگرانی را ایجاد می کند که سلامت فدای اقتصاد شود. در تهران رضا کرمی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران گفت تهران پنجاه بیمارستان قدیمی دارد که بیش از پنجاه سال عمر دارند و فاقد شرایط ایمنی استاندارد هستند. ملاحظاتی وجود دارد که نمی توانیم اسامی آنها را اعلام کنیم زیرا معرفی آنها وضع را بدتر می کند و موجب تشویش اصحان مردم می شود. در خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت در حال حاضر شش شهرستان از یازده شهرستان استان خراسان جنوبی در وضعیت خیلی پرخطر قرمز شیوع کرونا هستند. هیچ شهر کم خطر یا به رنگ سفید در استان نداریم. در خراسان رضوی و خراسان شمالی به گزارش پزشکان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه شمار مبتلایان شناسایی شده جدید در این دو استان به 18300 نفر و شمار جانباختگان به 810 تن رسید. شمار مبتلایان در مشهد 4700 نفر و آمار فوت بیش از 300 نفر است. در نیشابور شمار مبتلایان 3500 نفر و تعداد درگذشتگان حداقل 100 نفر است. در قوچان شمار مبتلایان بیش از هزار نفر و تعداد فوت بیش از سی نفر است. در سبزوار شمار مبتلایان 4370 نفر و شمار در گذشتگان از 150 نفر بیشتر است. در تربت دریه شمار مبتلایان بیش از 2000 نفر و شمار جانباختگان بیش از 160 نفر است. در خراسان شمالی شمار مبتلایان 2730 نفر و شمار جانباختگان بیش از 70 نفر است. در گلستان رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت فاجعه بدتر از اسفند در انتظار گلستان است پیک اسفند ماه دور از انتظار نیست 300 بیمار بستری در گنبد کاووس داریم و اوضاع سایر بیمارستان ها در کلاله، مینودشت و مناطق شرقی هم خوب نیست با مشکل خدمات رسانی و کمبود اکسیژن و تخت روبرو خواهیم شد و باید تصمیم عاجلی گرفته شود در هرمزگان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گفت روز گذشته 11 نفر دیگر جان باختند رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت اکنون هرمزگان در اوج بیماری کرونا قرار دارد در هفته جاری احتمال افزایش بیشتر این بیماری در روستاها وجود دارد. در زنجان معاون دانشگاه علوم پزشکی گفت تعداد بیماران کرونایی روزانه روند افزایشی دارد. با کمبود تجهیزات مواجه هستیم و تجهیزات موجود کفاف بیماران ورودی به بیمارستان ها را نمی دهد. صد نفر از پرسنل پرستاران به بیماری کرونا مبتلا شدند. استان با کمبود نیرو در بخش بهداشت و درمان و همچنین تجهیزات بیمارستانی مواجه است. در کرمان رئیس دانشگاه علوم جیروفت گفت اگر سیر سعودی تعداد مبتلایان به همین صورت ادامه پیدا کند قطعا در آینده دوچار مشکل خواهیم شد. در مازندران با اوجگیری دوباره کرونا در بابل بستری بیماران کرونایی در بیمارستان های تابعی دانشگاه پزشکی بابل افزایشی شد و این شهرستان به حالت قرمز درآمد. تعداد بستری با حال نامساعد روند افزایشی گرفته است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 15 تیر 1399